مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری، نخست وزیر و همتای خود از جمهوری اسلوواکی دیدار و گفتگو کرد. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه اسلوواکی به حضور کشورهای متعددی در نشست ورشو و همچنین نیاز به مقابله با گسترش نفوذ روسیه و چین اشاره داشت. آقای پامپو امروز پس از براتیسلاو به ورشو خواهد رفت. قرار است در لهستان علاوه بر آقای پامپو، مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در کنفرانسی با نام آینده صلح و امنیت در خاورمیانه که روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار می شود شرکت و سخنرانی کند. گزارشی از فرهاد پولادی. آقای پامپو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری با همتای اسلوواکی خود در پاسخ به سوالی درباره نشست آینده صلح و امنیت در خاورمیانه گفت ده‌ها کشور آمادگی خود را برای حضور در آن در سطوح مختلف ابراز داشتند و قرار است مقابله با نفوذ بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه نیز بررسی شود. دولت پرزیدنت ترامپ برای متقاعد کردن مقامات تهران به دست برداشتن از این گونه اقدامات و دیگر برنامه‌های متزلزل کننده امنیت منطقه کمپین فشار حداکثری را برای جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. در ادامه کنفرانس خبری آقای پامپو به مسئله بس و گسترش نفوذ روسیه و چین در منطقه اروپای مرکزی و شرقی اشاره کرد. در این زمینه دیپلمات ارشد آمریکا به ادامه حضور نظامی روسیه در اوکراین اشاره کرد. اسلوواکی‌ز هیستوری اند اکسپریانس اندر سوویت دامینیشن. شما تجربه اسلوواکی تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی را به یاد دارید. مکان جغرافیایی کشورتان در اروپای مرکزی و پایبندی به دموکراسی شما را هدف مورد نظر برنامه‌های تهاجمی روسیه در منطقه کرده است. آقای پامپو همچنین درباره حضور چین در اسلوواکی صحبت کرد. روسیه تنها کشوری نیست که می‌خواهد حق حاکمیت و آزادی در اروپا را پایمال کند. من در دیدارهایم درباره لزوم مراقبت از اقدامات اقتصادی و دیگر برنامه‌های چین اشاره کردم. چین در آن چارچوب تلاش دارد نظام سیاسی شما را تضعیف کند. پیش از این کنفرانس خبری آقای پامپو با اندری کیسکا رئیس جمهوری اسلوواکی گفتگو کرد. من حامل درودهای رئیس جمهوری آمریکا هستم. میدانم که ما به پیوندهای نهادینه در دموکراسی و آزادی ارج می‌گذاریم. ما به اهمیت ادامه برقراری دفاع نیرومند و ارتباطات در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی واقفیم. وزیر خارجه آمریکا همچنین با پیتر پلگرینی نخست وزیر اسلوواکی گفتگو کرد. ایالات متحده طی دو دهه گذشته وزیر خارجه ای را برای دیدار از کشورتان انضمام نکرده بود، اما حضور امروز من اینجا برای مقابله با کشورهایی است که می‌خواهند آزادی و دموکراسی را تضعیف کنند. می‌خواهم به آقای نخست وزیر و مردم اسلوواکی تاکید کنم که آمریکا از ارزش‌های غنی شما حمایت خواهد کرد. آزادی و دموکراسی که از 30 سال پیش اینجا پایه‌گذاری شده است. نشست ورشو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور مقامات ارشد آمریکا برگزار می‌شود.